بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستم و این فرصت به من داده شد که در مورد موضوعی صحبت کنم که به نظر میرسه موضوع روز دنیاست. موضوع روز دنیا نه برای امروز بلکه برای فردا و نه تنها برای مهندسین بلکه برای زمینه‌های دیگر علم و فناوری که در زمینه‌های پزشکی به طور خاص و همینطور علوم شناختی به نظر میرسه که مورد توجه پژوهشگران و مراکز پژوهشی پیشرو دنیا قرار گرفته و نه تنها مراکز پژوهشی بلکه مراکز صنعتی هم به همین ترتیب علاقه جدی رو دارن نشون میدن به این حیطه. Implantable Microsystems یا Implantable Biomedical Microsystems در حقیقت عنوان صحبت امروز رو تشکیل میده که میخواییم در مورد جایی صحبت بکنیم که مهندسی و پزشکی به هم میرسند و امیدوار هستم که در این فرصت کوتاه بتونم مقدمه خیلی کوتاهی رو از شروع داستان در زمانی که ابتدای قرن بیستم لامپ های خلاء به دنیا معرفی شد و دنیای الکترونیک یا عصر الکترونیک میتونیم بگیم که از اونجا شروع شد. لامپ های خلاء که خیلی الان رد پایی ازشون نمیبینید و شاید نزدیکترین تصویر ذهنی شما رادیوهای قدیمی هست که توی منازل پدر بزرگها و مادر بزرگها دیدین و یا تلویزیون هایی که خیلی بزرگتر بود، محصولات پیشرفته الکترونیک پیش از تمدن الکترونیک امروزی است و همینطور کامپیوترهایی که ما امروز صحبت میکنیم پدر بزرگهایی دارن که اولین کامپیوتر جهان انیاک با 18,000 لامپ خلاء میتونیم بگیم که شروع تحولی بود که کم کم ما رو رسوند به جایی که در تاریخ 1111 از تمدن الکترونیک اولین ترانزیستور نیمه هادی به دنیا معرفی شد در سال 1947 میلادی و بعد خیلی سریع اولین آی سی و بعد به دنبال اون پیشرفت اعجاب آمیز الکترونیک با روندی که به نام قانون مور شناخته میشه تونست ما رو از جایی که اولین میکروپروسسور یا اولین سی پی یو دنیا در سال 1971 با 2300 ترانزیستور پا به عرصه وجود گذاشت ما امروزه برسیم به آخرین محصولات اینتل که چیزی حدود 5 میلیارد ترانزیستور بر روی یک تراشه قرار گرفت. خیلی تعجب نکنید، چند میلیارد ترانزیستور رو هر کدوم از شماها احتمالاً توی جیبتون دارید. یه فلشی که امروز شما حدود 16 گیگابایت درش ذخیره میکنید در واقع محصولی از همین صنعت الکترونیک هست. بنابراین برای اینکه اون تعداد بسیار زیاد از ترانزیستور بر روی یک تراشه‌ای که توی جیب بتونید جا بدین ساخته بشه نیاز داریم که به ابعاد خیلی خیلی کوچک بریم، جایی که شما یک ترانزیستور قدیمی با ابعاد حدود 1 میکرون رو بر روی یک تار مو در زیر میکروسکوپ الکترونی میتونید به عنوان مقایسه ببینید. بیشتر خواستم که یک تصوری براتون شکل بگیره که چطور میشه آی سی ها امروزه تونستن دنیا رو تسخیر بکنن و اینا نمونه هایی از کارهای خود من هست که شاید یکم نزدیکتر تصویر رو بیاریم. میتونید ببینید که تراشه‌ای که حدود 1.2 میلیمتر در 1.2 میلیمتر سایز اون هست و میتونه چندین هزار تا چندین میلیارد ترانزیستور بسته به فناوری که استفاده شده بر روی اون قرار بگیره، تونسته ما رو از یک وسیله‌ای که فکر می‌کردیم فقط می‌تونه تلفن باشه برسونه به جایی که الان همراه خودمون این همه وسیله بسیار مفید رو می‌تونیم همراه داشته باشیم و به این هم خط نمی‌شیم. ما با این تکنولوژی، با این فناوری نه تنها محصولات رو گسترش دادیم بلکه شیوه زندگی رو هم به نحوی تغییر دادیم. ای بانکینگ و همینطور ای هلت از پدیده‌هایی هستند که مبتنی بر این توانمندی فناوری هستند و توی زندگی روزمره ما کم و بیش دارن دیده میشن و آی سی ها به شکل‌های مختلف تقریبا همه جا دیده میشن، حتی جایی که شما ممکنه تصور هم نکنید تراشه‌هایی در اطراف ما وجود دارند و به این ترتیب این توانمندی امکان این رو ایجاد کرد که ما نه تنها بر روی آی سی ها در کنار وسایل الکترونیکی که به همراه خودمون داریم بلکه به این فکر بکنیم که آیا میتونیم سیستم هایی درست بکنیم که این آی سی ها بخش هایی از اونا باشن و به این ترتیب توانمندی های فناورانه ما
در ساخت قطعات الکترونیکی و غیر الکترونیکی ما رو نهایتاً امروزه رسونده به جایی که میتونیم بگیم در دوران مایکروسیستمز قرار داریم. روند تکاملی اتفاق افتاد که از این توانمندی‌های فناورانه ما خودمون رو برسونیم به ماژول‌هایی که میتونن در زمینه‌های مختلف امروزه مشاهده بشن، از پروب‌هایی که برای سنس کردن سیگنال‌های زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرن تا جایی که انواع سنسورهایی که حرارت، دما و غیره رو بتونید سنس بکنید، تا ژایروسکوپ‌ها و اکسلرومترهایی که برای ایربگ خودروهاتون یکی از قطعات بسیار بسیار کلیدی هستن که تشخیص بده کی باید تصمیمی گرفته بشه. نهایتاً از این ماژول‌ها و بخش‌های کوچک ساختاری ما امروزه رسیدیم به جایی که سیستم‌هایی رو با کاربردهای مختلف از صنایع هوافضا، پزشکی، خودرو و غیره انتظار داریم از این فناوری. و درسته که این سیستم‌ها در ابعاد خیلی کوچک مایکرو سیستم ساخته میشن، ولی به لحاظ توانمندی ما اونها رو به چشم وسایل بسیار پیچیده نگاه می‌کنیم. که برای دوستانی که در سمت مهندسی علاقمند هستن، اینجا دنیایی از فعالیت‌ها نهفته است. و خب مایکروسیستم‌ها همونطور که عرض کردم میتونن کاربردهای مختلف داشته باشن، برای مقاصد مختلف دیولپ شده باشن که وسایل ایمپلنتبل، دیوایس‌های ایمپلنتبل به طور خاص مورد علاقه ما هستن، هم به دلیل کاربردهایی که در علوم پزشکی دارند و همینطور در علوم شناختی و برای کاربردهای پروتز میتونیم از توانمندی‌های ریکوردینگ و استیمولیشن و همینطور بعضی از ویژگی‌های مایکروفلویدیکی که میتونیم پیاده سازی بکنیم در ابعاد بسیار بسیار کوچک، امیدوار باشیم که بتونیم برای نورال دیسوردرز، برای فشار خون، اینتراکولار پرشر سنسینگ، اینتراکرانیال پرشر سنسینگ و پیس میکرها، کوکلیر ایمپلنت‌ها که اینا وسایلی هستن که ما کم و بیش باهاشون آشنا هستیم و میدونیم که به صورت صنعتی امروزه در اختیار ما قرار دارن. با این مقدمه کوچک من میخوام برسم به اینجا که این هیته‌ای که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، implantable microsystems، یک هیته interdisciplinary و multidisciplinary است. بسته به اینکه کجا دارید فعالیت میکنید، از شاخه‌های مختلف علوم و مهندسی گرفته تا بخشی که به پزشکی، علوم پزشکی و جراحی مرتبط میشه درگیر میشند این تخصص‌ها در کنار هم دیگه، تا نهایتاً ما بتونیم یک مایکروسیستم رو دیولپ بکنیم و بعد نهایتاً آماده بکنیم برای استفاده. خب ما مهندس‌ها چالش‌های زیادی رو می‌بینیم توی پیاده‌سازی، طراحی و همینطور تست این نوع سیستم‌ها که من اجازه می‌خوام به سرعت از اینها عبور بکنم، فقط در این اندازه که بگم در تأمین انرژی الکتریکی، ارتباط وایرلس، در ساخت این سیستم‌ها در ابعاد کوچک و همینطور سیگنال‌هایی که باید بدیم یا دریافت بکنیم از بدن موجود زنده چالش‌هایی وجود داره. محصولاتی که تجاری شدند در این زمینه و همینطور در حال تجاری شدن هستند برای متخصصین آشنا هستند که من نام بردم و نمیخوام بیشتر از این زمان رو صرف معرفی کلی این سیستم ها بکنم که بتونم وارد بشم به فعالیت هایی که ما انجام میدیم. از من خواسته شد که موضوعی که بیشتر میتونه مورد علاقه باشه کارهایی است که ما در کشور داریم انجام میدیم و فکر میکنیم که کارهایی هستن که همگام با فناوری روز داریم جلو میریم، همگام با پژوهش روز داریم حرکت میکنیم در آزمایشگاه پژوهشی مدارها و سیستم‌های مجتمع در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. به طور کلی ما از مجموعه میکس سیگنال آی سی دیزاین و همینطور implantable microsystems دستمایه میگیریم برای پژوهش‌هایی که داریم انجام میدیم و برای اینکه شما بتونید سیستم‌هایی که اینجا نام برده شده برای نورال اینترفیسینگ، برای پروتز بینایی و همینطور اسپاینال کورد الکتریکال استیمولیشن برای پین ریلیف دیولپ بکنید، نیاز دارید که در چهار محور پژوهشی فعالیت بکنید. یک، طراحی مدارها و سیستم‌های مجتمع، سیگنال پروسسینگ و بایو سیگنال پروسسینگ، مایکرو فابریکیشن و مایکرو استراکچر دیولپمنت که بحث فناوری بسیار بسیار ریز هست و همینطور همکاری جدی باید داشته باشیم با سمت بیولوژی. اینا جزء مؤلفه‌های کار ماست که نهایتاً ما رو امیدوار می‌کنه که بتونیم سیستمی طراحی بکنیم مانند این مثالی که می‌بینید. این یکی از کارهای قبلی هست که من انجام دادم زمانی که دانشگاه میشیگان بودم، به اتفاق تیمی که در اونجا داشتیم، یک سیستم 64 کاناله برای ریکورد کردن سیگنال‌ها به صورت اینتروکورتیکال
و ارسال اونها به صورت وایرلس به دنیای خارج و همینطور پروگرام شدنی که باز از طریق لینک وایرلس با یک همچه تصوری که شما سیستم رو در بالای استخوان جمجمه قرار داده باشین زیر پوست و ارتباطی داشته باشید با پروب هایی که به صورت های دنسیتی بتونن سیگنال های زیستی رو سیگنال های عصبی رو ریکورد بکنن. و این سیستمی است که ساخته شد واقعا در ابعاد 1.4 در 1.5 سانتی متر و یه چیزی به خوبی زیر 1 گرم نهایتا سایز این سیستم بود و پروب هایی که انتها رو در اینجا میتونید احتمالاً مشاهده بکنید. اما کاری که ما انجام میدیم در آزمایشگاه به طور خاص در 2 پروژه که یکی از اونها اینجا نشون داده شده، یک پروژه پروتز بینایی هست که این تصور ماست در مورد سیستمی که ساخته خواهد شد و در حال دیولپ شدن هست که تصویر رو از دنیای خارج بگیرید و سیگنال هایی رو که متناظر با تصویر هست به صورت وایرلس به سیستمی که در درون کره چشم گذاشته شده تحویل بدید، الکترودره های سیگنال های دریافت شده رو به پالس های الکتریکی تبدیل بکنن و تحویل بدن به رتین، برای اینکه از اینجا به بعد شما بتونید از مسیر سالم سیستم بینایی استفاده بکنید و بتونید فرد نابینا رو، البته انواعی از نابینایی رو بتونید امیدوار بکنید که بینایی رو بتونن به طور محدود البته به دست بیارن. کانسپچوال بلک دیاگرام از دیدگاه فنی اتفاقایی که میفته، از دیدگاه ما این هست که تصویر رو از دنیای خارج بگیریم، پردازشی انجام بدیم، به صورت بی سیم به ایمپلانتبل ماجولمون تحویل بدیم و بعد از پردازش هایی نهایتاً استیمولیشن رو به مایکرو الکترود اری های دنسی که روی رتین گذاشته میشند تحویل بدیم. خب این نمایی رو نشون میده که ما الکترود اری هامون رو به چه نحو میخوایم بر روی رتین قرار بدیم. این یک اپیرتینال ویژوال پراستیسز هست که همونطور که میبینید بر روی سطح رتین گذاشته میشه. یک همکاری جدی با بیمارستان فارابی، آقای دکتر ریاضی که از همکاران دانشگاه علوم پزشکی هستن اینجا و همینطور آقای دکتر لاشه‌ای همکاران ما هستن که بحثای سمت پزشکی رو بر عهده دارن. نمونه ای از مایکرو الکترودری ها که 3 استراکچر رو اینجا مشاهده میکنید ما ساختیم که در حقیقت این بخش و یا هر کدوم دیگه از این دوتا استراکچرهای بسیار بسیار ریزی هستن که در زیر میکروسکوپ به این شکل دیده میشن. سایت هایی که برای تحریک در نظر گرفته شدن در 2 دیزاین مختلف از جنس طلا و با اینترکانکت های غیر فلزی بر روی سابستریت های ارگانیک گذاشته شده در ابعاد میکرونی با استاندارد مشخصی که برای سایت ها وجود داره نهایتاً ساخته شده و تست های اولیه انجام شده و توضیحات های دکتر ریاضی رو میشنویم توی یکی از ایمپلنت هایی که انجام دادن. خب این توضیحات مربوط به ایمپلنتی هست که انجام شد برای بایوکامپتیبیلیتی استادیز که به لحاظ زیست سازگاری جنس موادی که استفاده شد و استراکچری که استفاده شد رو برای مدت نزدیک به 1 سال مورد آزمایش قرار دادیم که زحمتی بود که گروه آقای دکتر ریاضی انجام دادن و آقای دکتر لاشه‌ای و قدم‌های بعدی هنوز در راه هست. مسیر نسبتاً طولانی در پیش هست برای اینکه این پروتزها ساخته بشن و کار در سمت مهندسی در جریانه و همینطور در سمت پزشکی تخصص لازم خوشبختانه در اختیار ما هست. اما برای نورال اینترفیسینگ و بحث نورو انجینیرینگ به طور کلی ما سیستم های وریبل رو از ابتدای کار برای اینکه بتونیم از کورتکس هم سیگنال رو ریکورد بکنیم و هم استیمولیت بکنیم توسعه دادیم و این در همکاری با مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اتفاق افتاد و نهایتاً سیستم های وریبل سیستم های نسبتاً کوچک هستند اما نه به اون اندازه کوچک که ایمپلنت بشن. این نسل جدید سیستم وریبل ما هست که در ابعاد خیلی کوچک در حال توسعه هست، همونطور که میبینید در جریان هست
و در حدود 2-3 سانتی متر نهایتاً ابعادی هست که برای این سیستم به صورت تلمتری پاور میتونید ببینید. ولی برای اون که ما به سمت سیستم های ایمپلانتبل بریم، نیاز داریم که باز کوچکتر و کوچکتر سیستم هامون رو بسازیم. و اینجاست که ما الکترونیکی که استفاده میکنیم رو باید تبدیل بکنیم به الکترونیکی بسیار بسیار کوچک. نهایتاً به IC ها باید متوسل بشیم و انواع طراحی های مختلفی که بخش های مختلف سیستم های مورد نظر ما نیاز داشتند هم انجام شده و هم در جریان هست. این یکی از IC هایی است که ما طراحی کردیم و ساخته شد و تست های لازم انجام شده. برای ریکوردینگ بیشتر مورد استفاده هست. تصویر نزدیکتر این چیپ رو میبینید که هنوز اونقدر ترانزیستور های ما ریز هستند که جزئیاتی از مدارها رو نمیتونید ببینید، ولی به هر صورت برای ریکوردینگ چیپ اول ما بود. این چیپ دومی است که برای استیمولیشن طراحی شده و ساخته شد و نهایتاً فیچرهای جالبی رو داره که من بیشتر از این فکر نمی‌کنم فرصتی باشه. سیگنال پروسسینگ یکی دیگه از ابعاد ما هست که در پژوهش‌هامون در نظر می‌گیریم و توضیحاتی که فکر می‌کنم از حوصله این جمع خارج خواهد بود، ترجیح میدم به اینجا برسم که پروب‌های سیلیکونی که دانشجوی ما طراحی کردن و با امکانات موجود در کشور ساخته شد، پنتریتینگ پروب هایی که بتونید شما برای این دیزاین خاص بر روی 4 تا سایت سیگنال ها رو به صورت اینتراکورتیکال سینگل یونیت ریکورد بکنید. الکترودهای دیگری که الکترودهای مسطح هستند، دارم در مورد تکنولوژی صحبت می کنم، تکنولوژی که برای این کارها لازم هست و در داخل کشور خوشبختانه امکان پذیر شده. اینا برای سیستم ایکاگ هست که الکتروکورتیکوگرافی یکی از تکنیکای جدیدی هست که هم برای برین ماشین اینترفیسینگ و هم برای بحث‌های نوروساینتیفیک استادیز مورد علاقه قرار گرفته. این تصویر سیستمی هست که ما در حال ساختش هستیم و این نسل اولش هست. سیستم اینجاست، بر روی یک آینه گذاشته شده تا الکترود اری که در زیر هست و هم شما بتونید ببینید و نسل در واقع اول با ورژن دوم رو اینجا مشاهده میکنید که الان در حال دیولپ شدن و تست شدن هست. به عنوان یکی از جالبترین کارهایی که فکر میکنیم توی این چند سال گذشته تونستیم تا به الان بهش برسیم. بنابراین روند تکامل گام به گام و منطقی که ما توی این 6 سال تقریبا پشت سر گذاشتیم به این ترتیب هست که بیلدینگ بلاک هامون رو دیولپ کردیم، به سیستم های وربل رسیدیم و نهایتاً مایکرو سیستم های ایمپلانتبل رو خوشبختانه داریم دیولپ میکنیم. همکاری هایی که در سمت مهندسی شکل گرفته و همکاری هایی که در سمت پزشکی باید مکمل همدیگه باشن جزء مؤلفه های اصلی کار ما هست. و همکاری هایی که ما داریم جا داره که اکنالج بکنیم دانشگاه های مختلفی که اساتید همکار داریم و فعالیت ها داره انجام میشه و همینطور در سمت پزشکی و در خارج از کشور همکاران جدی داریم که خوشحالیم از تجربیاتشون استفاده میکنیم. خیلی متشکرم از توجهتون.